يا بازا ماديم ياك تك بلاي خديم سلام عليكم يا كنام خدمتي شمادي استا ومدوارم خوب باشين دهركو جاك يستين امروز آمدیم تا چند سخنی خدمت شما باز هم داشته باشیم. از انجایی که ویدیو های ما معمولا کوتا و فیجورده است کوشش میکنیم وقتی گران به های تان را نگیریم. خدمت شما دوستا باید درس کنم این که همان طوری که میدانیم ما دروش پیش ویدیوی مصاحبه خدا با جناب لشکری صاحب محترم نشر کردیم که در این ویدیو من به بعضی سوال های آقای لشکری جواب داده بودم که خود شما شهیدش بودید و آن هم به گونه طنز بود. چرا که رویش کار ما طوری است که ما سیاسیون از مسئولین و از کسایی که خود به نحوی در دولت و در جریانات سیاسی فعال میدانه نقد و انتقاد میکنه. اما جناب لشکری میگه که او بیا در چیکار میکنی چیکار میکنی مصاحبه مرا با خودت نشر کدی جور کدی دوستای خودت الان دولت میگه که ما امرای تو مصاحبه نمیکنیم چون که خودت بعدم خان مصاحبه داشتی. اما جناب لشکری میگه هرچی ما میگم به جان ملا هیبو قسم که ما به آدم خان مصاحبه نکدیم میگه نه قبول نمیکنه. ولی ما به جناب لشکری صاحب میگوییم که چرا به آدم خان مصاحبه نمیکنی؟ آدم خان مگه آدم نیست؟ آدم خان مگه از افغانستان نیست؟ آدم خان چیکار کرده که با دیگر دولتش مصاحبه میکنی باز به آدم خان مصاحبه نمیکنی؟ باز جناب عسکری صاحب میگه که نه دیگر دولت باز حاضر نمیشه در برنامه ما نمیآید. میگه تو چرا به آدم خان مصاحبه کردیم؟ اما حقیقت این است که ما همراه لشکری مصاحبه نداشتیم. این را شاید اکثر شما دوستان متوجه شده باشید. اما تعدادی اندکی هم بودن که میگفتن جناب لشکری نشان دادی که بسیار زید تعلیب استی. خب چکار کنیم دیگه؟ ولی ویدیوی مصاحبه من با جناب لشکری نقد و یا انتقادی بود و یا جوابی بود بر مصاحبه جنرال مبین که در برنامه کاکتوس با جناب لشکری داشتن. جناب جنرال مبین اندوالم نظرش این بود که ملا عمر مجاهد برای مردم افغانستان خدمت کرده و ملا هیبو هم در حال خدمت کردن به مردم افغانستان است. ما گفتیم بله ملا عمر خدمت کرده و نگذاشته که اطفال و بچهای مناطق جنوب به ویروس علم و دانش آلوده شوه. و ملا هیبو هم که خود شما میفهمین که اهل کل افغانستان میخواهد برابر علم و دانش واکسینه کنه بخی نمانه که مردم افغانستان مبتلا به ویروس علم و دانش شوه. بله دوستا جناب جنرال مبین اندوالی من گفت خدمت کده. ما هم گفتیم بله خدمت کده. ولی درباره تحریک سوال کرد که چرا شما تحریک میشین. ما گفتیم اگر یادتان باشه در دفعه قبلی که ما آمده بودیم و زمان ما بسیار خود بودیم اما ما از اخبار میشنیدیم که میگفت تحریک طالبان. ما وقتی که ما از مرزای کشور همسایه وارد افغانستان شدیم میگفت که تحریک طالبان آمده. ما از اون زمان بخی میتر تحریک هستیم دیگه. ما چی میگه ما می تحریک شدگی بخی به دنیا میاییم. بله دوستای عزیز ما باز هم برای شما ویدیو میسازیم ویدیو گان جوړو. ولی اگر شما میخواین که برنامه کاکتوس با جناب مختار لشکری یک برنامه بسیار جذاب و دیدنی هست که اشخاص مختلف را دعوت میکنه در برنامهشان و زنها سوالات را پرسان میکنه اگر میخواین که این برنامه را دنبال کنین ما لینکش در دسکریپشن زمین ویدیو میمانم. بروین او را سبسکرایب کنین و دنبال کنین جناب آقای لشکری را. در انجام بسیار صحنه های جذاب و خنده‌دار خلق میشه مثل این صحنه که میتوانید لذت ببرید. نگاه کنیم. ترین زبان رئیس جمهور اشرف غنی بود، کسی که سالها در کنار رئیس جمهور افغانستان حضور داشت و شاهد ذره ذره فرو ریختن ارزش های یک ملت با تصمیمات رئیسش بود. خانم ها و آقایان، مهمان این برنامه من مسلمانان خدای دپاره چیکار میکنی چیکار میکنی؟ ویا مثل این صحنه دیگه یک خاین ملی عبدالله شمچنان. شما اگر یک زنی را در یک دفتر کار کنید و از نزدیک ببینید تحریک با عادتش هست کم یک جای آب دیدن مذرت میخوایم مرا بیندام ببخشن آی فیلم مردار سنی دیلر منی دیلر